با درود بر شما وطنان گرامی مشیری هستم و در خدمت شما چند دقیقی خواهم بود امروز روز شنبه 21 مارس هست دیروز که دوستان در اینجا بودند بنده به واسطه مشغله ای که داشتم نتوانستم حضور شما هموطنان برسم و امروز آمدم چند دقیقه خدمت شما بزرگواران معمولا رسم بر این هست به صورت یک کلیشه در آمده است که گوینده حالا در تلویزیون باشد یا در رادیو میگوید که من در حلول سال جدید رو و عید سعید باستانی رو به با همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم یا چیزهای از این قبیل وقتی ما این گونه سخن میگوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی شیاطین رو هم شامل میشود یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمعی ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید این درست بدان میماند که مردی محترم که فزون بر سه هزار سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان می شود یک عده دزد و چاه و کش هم هستن و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریخ و تهنیت بگوییم بنده در اینجا و در خدمت شما می خواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیزیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان آنها و مجلسیان دزد از صمیم قلب تسلیت عرض کنم به چه دلیل به دلیل اون که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرفکنده در گوشه منازل نشسته اید این عرض کنم که در ابتدای سخن اما خدمت هموطنان بزرگوار در ایران و در بیرون از ایران هم تبریک ارز میکنم همه کسانی که دلشان برای ایران میسوزد همه کسانی که قربانیان ستمگری های این رژیم هستند همه ساکنان ایالت محروم ایران مثل ترکستان سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر به اونها هم تبریک ارز میکنم به همه بچه هایی که با کمال شجاعت برای سیانت از شرافت این کشور به میدان های جنگ رفتن و اکنون زخمی و علیل در کنج خانه ها خزیدن و دنیای تاریک و تنهای خود را در, در, در منتهای انزبا میگذرانند به آنها هم در واقع حلول سال جدید رو تبریک عرض می کنم. اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از ابستا خدمت شما بخوانیم از های زرتشت بزرگ میفرماید خدمتگذاری که برای رهایی مردم از تنگناها نکته بسیار بسیار مهم در این بند نه ارز میکنم که هست که من توجه شما هموطنان گرامی رو بدون جر میکنم خدمت گذاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد یعنی کسی که آمد در خدمت مردم که کمکی به مردم کند و راهنمایی به مردم بکند هرگز این پرنسیپ در واقع محکم و این وظیفه بسیار بالا رو زیر پا نمی گذارد که یک لحظه فرض کنید راستگو باشد یک لحظه دروغگو یک لحظه وطن فروش باشد یک لحظه یک دوست میگوید خادمان مردم بایستی با راستگویان و درستکاران کار بکنند یه بار دیگه میخوانم خدمتگذاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است مثل تعینایی که ملت ما امروز بدون افتاده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد ای جاماس به حکیم کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانن با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش برخوردار خواهند شد و یکی از بندهای زیبای در واقع گات ها با درود بر شما وطن گرامی مشیدی هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم امروز روز دوشنبه است و 23 ماه مارس در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعته این در هستم امروز 15 دقیقه دیر آمدیم به دلایلی و اون چه دیدید و ملاحظه فرمودید مربوط است به ساعت پنج و نیم بعد از ظهر پریروز که پخش شد و ملاحظه کردید بخش از اون را اتفاقا دیدم با گات ها تمام شد حالا با گات ها شروع می کنیم یک عبارت کوتاه و می رویم سر مطالب می فرماید چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار دیده و برگزینند بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم یعنی تفاوتی نگذاشته است بین نیکان و بدان و وسوسه های شیطانی میگوید در ذات انسان مستقر هست بنابراین من آمدم که به هر دو گروه نیکان و بدان طریق راستی رو با راهنمایی راه راه خداوند جان و خرد بیاموزم اسلام میگوید چون سخنان ما به قدر کافی مستدل و معنوی نبود و مردم به اون توجه ندارن و نداشتن و ما رو بیرون کردن ما هم شمشیر برکشیدیم تا اموال ملت را ببریم و گردنهاشون را بزنیم به زور تا مسلمان شوند این سیاست اسلام بوده از روز اول هنوز هم هم و ما چه مردمی هستیم که گرفتار اینها شدیم آقا گرفتار اینها شدیم به هر گوشه از کشور که نگاه کنی جز غم و درد و رنج و اندوه و آه و اسف هیچ پیدا نیست هیچ چیز دیگر نیست این آخوند یه قالبی دارد نه تنها آخوند یه قالبی دارد استالین هم یه قالبی داشت این قالب ساخته ذهن آخوند است ساختارش از ریا و دروغ و خرافات و می شود که طمع ساخته شده است میخواهد جامعه رو زوب بکند و فرد فرد این افراد جامعه رو در این قالب بریزد که همه شکل هم شوند دیکتاتوری همه مردم رو شکل هم می خواهد. شما فکرش بکنید که نشاط رو که در در ذات انسان مرکوز هست روح انسانی نیازمند نشاط هست در نشاط و شادی رو بر ملت بس دوستی زنگ زدن از کیش گفتیم صبریک و این حرفا گفت که بله حالا که عزاداری است ازای چی فاطمیه است چون معلوم نیست که از کنم که حضرت ایشان کی فوت کردن بنابراین ما اونچه به تقریب میدانیم تاریخ اولین هست از همونجا ازاداری میکنیم و گریه میکنیم تا اونجایی که پایم حالا که فاصلش هم یازده ماه بود یازده ماه به سر میزنیم برای فاطمه گریه کنید از اسلام هر شود که نکبت و خرافاتش نصیب ما شد بابا نگاه کنید به این کشورهای سنی به این عربستان سعودی آقا اسلام دست اوناست دست ما که نیست دین عربی مردم عربی پیغمبر عربی امام عربی و مردم عرب خوشا به حالشون ما یک مردم آریایی ایرانی اصلا ربطی نداره هیچ آشنایی زبان فارسی با زبان عربی ندارد هیچ ویژگی مشترکی این تبار آریایی با این تبار سامی ندارد به تله افتادیم به عوض اینکه سعی کنیم خود را از تله نجات بدهیم روز به روز آخوندپروری کردیم و این اجده ها این در واقع اجده های سرد شده در زیر سنگ ها رو تغذیه کردیم تا آفتاب گرم تابید تا تبدیل شدن هر به یک آدم خور فاطمه چی شده؟ چه خبر شد فاطمه؟ هیچی فاطمه فوت شد خب حالا ما باید تکتیف ما چیست؟ ما تکتیف ما این است که بر سر بزنیم و گریه کنیم یکی دو تام که نیستن که خدا رو شکر که اون عباس و بقیه برای بچه و اینا در کربلا یه جا کشته شدن اگه نه یه روز عباسی بود دیمانیم هم عباسیه علی اکبریه علی از قریه. کم می آوردیم رو گروهی کشته شدن شد آشورا شانس بزرگ ماست ما خیلی مردمانی هستیم که نیک بخ. حالا توجه کنید که این عباس رو 15 رو روز جلوتر می میکشتن و 15 روز میفتد رو روی دستان گریه من میخوام خدمت شما هموطن گرامی ارز کنم که برادر من تنها چیزی که در دست توست و در دست من است و در دست همه ابنای بشر هست زمان هست ما یک زمان داریم و هیچ زمانتی در طولانی بودنش نیست ممکن است بنده شب بخوابم فردا از خواب بیدار نشوم یا هر کدام از ما پای بگذاریم تصادفی بکنیم و در واقع برگردیم به زمین انا للارض و انا الیه راجعون ما از زمینی و به زمین برمیگردیم این انا لله و انا الیه راجعون این سخن مهملی است ما راجع میشیم به کجا راجع میشیم به زمین چون از زمینیم شما دیدید آدم از آسمان بیاد از پیش خدا بگن خدا این رو ساخته حالا وقتی که میمیره میره با آسمان میره پیش الله اون سرخپوست معروف آمریکایی از این آمریکایی های سرخپوست اولین کسی بود که از سرخپوستان در مجلس آمریکا سخن میگفت خب اینا آمده بودن جنایات بی حد در حق سرخپوستان کرده بودن این آقا رفت اونجا گفت آقا شما سفید پوستا پاشید از اروپا اومدید هی اینجا خط کشی میکنید و دیوار کشی میکنید اینا زمین من اون زمین من گفت آقا زمین مال هیچ کس نیست ما همه ما مال زمینیم نه زمین مال ما باری این تایم و زمان این یک پدیده است باید بهش توجه کرد در قدیم و ندیم مذهبیون فیلسوفان و دانشمندان سعی بر این داشتند که این زمان رو تعریف کنند که واقعا زمان چه پدیده است گروهی گفتند زمان وجود ندارد مگر حرکت وجود داشته باشد یعنی زمان با تحول به حرکت تعریف می شود اگر همه چیز جهان جامد شود و همه حرکات از میان برداشته شود زمان داره معنی نیست و چیزهای دیگر اما بر روی هم زمان عبارت از پدیده ای است که ما به توسط اون پدیده وقایع گذشته رو در میابیم و پریود اون وقایع رو یعنی فرض کنید که بیگ بنگ رو میگوییم مثلا 18 میلیارد سال بعد بعد از بیگ بنگ وقایع مهمی بوده است اونها را هم تکه تکه زمان معلوم می کند تا برسیم به عصر حاضر و با توجه به اونچه در دست ماست از گذشته علمی جهان می توانیم گذشته پیش بینی کنیم و مرحوم مغفور نیوتون که آمد که بزرگترین تا دانشمند تاریخ است علال اطلاق این دانشمندی بزرگتر از نیوتون هنوز از مادر زاییده نشده است او تصور می کرد که زمان امر ثابتی است یعنی اونچه بر ما می گذرد این یک ساعت که بر ما می در مردیخی ها و نمیدونم در سایر اجرام و در همه جای یونیورس اینها همون ساعت است وقتی یک ساعت گذشت بر آنها هم یک ساعت میگذرد یعنی زمان پدیده جهانی بود یونیورسال یعنی جهانی همه جا اینها تا آقای آلبرت آینشتاین پیدا شد و در واقع نظری دیگر آورد و اون اینکه زمان با سرعت تغییر می کند و هرچه سرعت بیشتر شود زمان کوتاهتر می شود و یک در واقع بخشی از سوریش به نام تایم دیلیشن هست جز اون تئوری مشهور نسبیت یعنی که اگر دو برادر دو قلو رو یکی رو سوار پس کنین ده سالشونه سوار یک موشک کنیم یکی از این دو برادر رو ده سال بفرستیم به فضا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنن و بازگردن میبینیم که اون برادری که در موشک بوده چارده سال شده این برادری که روی زمین بوده 20 سال شده یعنی با سرعت زمان کوتاه میشود برای بگذریم مقصودم این چیزها نبود تنها چیزی که در دست ما زمان هست یک انسان که به دنیا میاد یک پدیده ای دارد که خاص اوست و مال اوست و هیچ کس نمیتواند در او در تصرف کند و هیچ کس نمیتواند برای او تکلیف تعیین کند و اون عمر اوست و زمان اوست خیلی کوتاه هست یعنی زمان عمر من و شما فرض کنید 100 سال عمر کنیم همه ما نسبت به عمر کره زمین که چهار و نیم بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بی بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاهتر هست فرمود آمد شدنه تا ان در این عالم چیست آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لای تناهی خلقت و دنیای هستی ما با مگس رو ارز کنم که میکروب ها و با باکتری ها با و ویروس ها اینا یکی هستیم هیچ فرقی نمی کنیم اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی می نشینیم ارز کنم که حرف میزنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است در بهارون آو در بهار آمد و مرگش در دی است یه همچی چیز چه درست شدم را بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک گندگویی است از موهومات و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست چه رفتی رفتی تو رفتی رفتی حالا شما مختار هستی عمر تو مصروف لا تا الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخوندا و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیلو خب این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست رفت این باید صرف چه کارهایی بشود چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اسقر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا آقا رویل کنین ما رو رها کنید ما رو آقا بزنین زندگی بکنن مردم خود اولاد اینها توجهی نداشتند به اینها اصلا اینها کی هستن اینها در تاریخ چه تأثیری دارن در کجای جهان اینها اصلا مشروعیت دارن در کدام مملکت در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های تلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها یک مش آخون بودن اونا هم مثل اینها این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا چه میزان عمر چه میزان پول چه میزان وقت چه میزان تخریب اقتصاد چه میزان گسترش خرافات فاطمه حضرت فاطمه سلام الله علیها یه شوهری داشته خب حالا ظاهرش چگونه بوده خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست اسب اسب میومده سر تا پا پر خون آدم سر بریده بوده یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما میبایستی اینا رو میشسته حالا ببینی شما صبح تا شب خون آدم داری میشویی از این لباس ها بخونی آز میمیره این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی خیلی خیلی خیلی, خیلی. توان داشته هر زنی روز روز سوم دچار شک میشه دچار روان پریشی میشه میمیره هر روز خون آدم به لباس پر از خون آدم رو به آویزون کنه نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره ده سر بره باز برگرده بیاد منزل قصه عجبی. آره برادر من شما نه به خدا بدهکاری نه به پدر و مادرت بدهکاری البته احترام پدر و مادر برجاست اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا که شما باید آزاد باشی و اون که دوستداری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی نه به دکار خدا هستی نه به کار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و ارز کنم به دکار هیچ کس نیستی پدر اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن آقا اینجا گروه ها و گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی برای آلمان ها چون جای زندگی نیست اون مملکت هر گوشه نگاه میکنی ارتجاع است و بدبختی و رنج است و اندوه آقا یک عریضه باید این ملت بنویسند یه چندین میلیون امضا بگذارند که آقا شما از جان ما چه میخواهید طلب شما از این ملت چه چیزی است ای آخوندهای مفخور گردن کلفت ای دروغ گویان ریاکار ای میراثداران خرافات هر روز یک بامبول در میارن اینا فاطمیه آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید اسمشون هم نمیارید چرا؟ چون شوهر کردم به عثمان ملعون آقا شوهر کرد به عثمان ملعون خیلی خوب به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان زننورین اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند مگه فرق میکنه دختر با دختر میا که همهشون هم که از اینا از خدیجه بودن خب ویژگی ایشون چی بوده کتاباش بر جا مونده اختراعی کرده بوده نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشه مملکت ایران به خاطر ایشون احترامش بر سر جاش یا زنی بوده بیچاره خیلی دیپرس و ناراحت بوده و از کنم که راضی نبوده از زنی زندگی و این شوهر و این بند و هم طوری که ما میفهمیم از تاریخ خب اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم و حافظمون بعد از موسیقی میخوانیم و میپردازیم به بعض مطالب به چند دقیقه دیگر چهار در یک زمان جستن در دوران سری پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری جاه و آب رودکی شد زنده زین چار اوستاد فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری چرخ بر این چار تن بگماشت چشم عاطفت دهر بر این چار پور افکن مهر مادری با چنان حشمت که بودن آن اساطیر بزرگ مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری بندگان بودند و شاگردان بر استاد توس زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری نخستین مجموعه ساز و سخن منتشر شد برگزیده از اشعار حافظ سعدی خیام و ملک شعرا بهار بر روی چهار سیدی جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818 345 06 07 تماس حاصل فرمایید سی و پنج سالن در کتاب خیش رنج مان با رنجی چنان گنجی بدین فهناوری شاهنامه هست بی اقرا قرآن عجم رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری انتشارات سرزمین جاوید با درود بر شما وطنان گرامی اه اه خواستم خدمتتون عرض کنم کسانی که سفارش کتاب و نوار این چیزا دادن در آمریکا تا چهار روز دیگر و در, در اروپا بکنم تا نمیدونم اروپا چقدر دو هفته شاید طول بکشه ولی همه اینا پست شد این نوارها رو که دیدید کار هنریش جمعا کار کامران دوست عزیز من هست و اینها در واقع چهار سیدی هست فکر می کنم چهارده غزل از حافظ هست و هشت غزل از استاد سخن سعدی و تعداد زیادی روبایی که شمارشش در ذهن من نیست گفته شده است و با موسیقی متناسب ضبط شده خب اجازه بدید که ببینیم حافظ چه میفرماید یکی از غزل های ناب و مشهور حافظ آمد باز کردم میفرماید گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرایت ببینید اینجا عنصر زمان در کارها یعنی هیچ چیز پایدار نیست در گیتی همه چیز در حال تغییر هست سعدی فرمود به چون به سر آمد فراغ هم به سر آید یعنی زمان خواهد گذشت همان گونه که بر وسال گذشت بر فراغ هم زمان خواهد گذشت گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرایت گفتم که ماه من شو گفتا اگر براید اگر براید یعنی اگر میسر شود گفتم زمهر ورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوب رویان این کار کم تراید این بیت الغزل است این بیتی که میخوام بخونم خدمتون بی اندازه عمیق هست گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو از راه دیگر آید بر خیال تو راه نظر رو میبندم گفت اون شب از راه های دیگر میاد خیال من و درد فراغ من از راه های دیگر میاد در وجود تو غالب میشه نمیتوانی گریزی نداری از درد فراغ گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبروستو از راه دیگر آوید گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی کز کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگی کن گو بنده پرور آید گفتم دل رحیمت کی عزم سرح دارد گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید گفتم زمان اشرت دیلی که چون سر آمد گفت خموش حافظ که این قصه هم سر آید خب از سبت خدمت شما که چه رنجی میکشید حافظ از دست این آخونده و مولا بله ناصر خسرو همه بزرگان ما از شر آخوند در واقع بیزار شده بودند چیزها نوشتند حتی ابن جوزی این ابن جوزی ما دو ابن جوزی داریم یکی اون که استاد سعدی بوده است که میگوید مرا از سماع منع کرد یکی هم عرض میکنم ابوالفرج ابن جوزی و کتاب مشهورش تلبیس ابلیس خیلی خوب و این به قدری مشهور بوده است که وقتی به منبر میرفت از در بغداد خلیفه هم پای منبر این مینشسته حدود 14 تا 20 هزار نفر هم میامدن سخنان اینو گوش کن همه گروه در واقع مردم رو این آقا رد کرده جز خودش اما در باب رافزی ها یک بخش کوتاهی دارد از شود که که برای شما می این بد نیست بعد راجع باطنیان دارد و غیره و غیره اینجا تلبیس ابلیس بر رافزیان یعنی شیعیان معلف گوید همچنان که ابلیس امر را بر خوارش تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند ادی دیگری را با قلوف در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدند و بعضی گفتند از انبیا برتر است و بعضی ابو بکر و عمر را دشنام دادند و حتی تکفیر نمودند که حق علی را قصب کردند و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشاره می نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی می علی همون خداست تعالی الله و در مداین جماعتی از قلات معروف به اسحاقیه منسوب به دو بودند خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد حسن ابن یحیای نوبختی به دستم افتاد در رد قلات و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه است این خاندان نوبختی خاندان بزرگ ایرانی بودند در تشکیلات خلفا یکی از اینها با به این شر این داستان دروغ امام زمان اینا کمک کرده درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما یعنی نوبختی دیوانگی وی را به قالیگری کشانید اسحاق ابن محمد معروف به احمر است که علی را خدا می پنداش و میگفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند گاهی حسن است و گاهی حسین و همو محمد را مبعوث نموده است یعنی محمد حضرت محمد از طرف علی مبعوث شده او آدم دیوانه همه چیز میگه دیگه حرجی به دیوانه نیست یه کسی که خان شاگرد محمد بوده اون رو مبعوث کرده به پی، پیغمبری که البته مبعوث پیغمبری اینا همه اینا همه مقالطات بریزی دور نه کسی نه کسی هرگز مبعوث شد نه هر کسی نه هرگز کسی معجزه کرد نه هرگز وحیی بود هیچی نبود پدر نه جبرئیلی بود هیچی نبود همه زمینی بود غلات جمع قالی هست قالی یعنی کسی که در حق چیزی یا کسی خلوف میکند به این جهت به خب همه ما رافزی ها علی اللهی هستیم و از قلات هستیم هممون خود علی قلات رو میکشته و میسوزونده خب بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده قایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید از جمله قلات رافزه ابو منصور اجلیس که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگاه دست بر سر از کشیده او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاری از آسمان فرو افتاده می پنداش دیگر از قلات رافزه جناهیان پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر تیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و او امام منتظر است دیگر قراویان که علی را شریک نبوت محمد می دانستند و می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را به دو واگذاشت دیگر زمامیان که جبرئیل را مزمت کنند که مأمور نزول به بر علی بود نابجا نزد محمد رفت یعنی قرار بود که جبرئیل بیاد اینا رو ببره بده به علی رأی و پیغمبری رو اشتباه آدرس رو گم کرد این چیزش کار نمیکرد. کرد نویگیتورش درست کار نمیکرد کرد داد به محمد مصنف گوید قلوف در حب علی را در حب علی رافظه را بران داشته است که احادیث بسیار در فضایل او وضع کنند یعنی احادیث دروغ که بعضی از آنها را در کتاب الموضوعات یاد کردم از اون جمله است حدیث رد و شمس که آفتاب از مغرب به خاوران برگشت تا حضرت نماز عصرش را که فوت شده بود بخواند این عرض کردن که آفتاب برگشت حضرت علی نمازش دیر شده بود قضا شد و نیز رافزیان چند تن از صحابه را سب کنند و از پیغمبر روایت است که سب به اصحاب را من فرمود همچنون که از خود علی نقل است که چون شنید ادی ابو بکت و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنم به منبر رفت و رفع شبه کرد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود و اینا رفیق بودن رفیق شفیق بودن آقا شریک بودن و بعد تلبیس ابلیس بر باطنیان هست و کتابی است خوندنی این ابن جوزی خیلی هم قدیم هست در واقع آقا همبلی بوده اوائل قرن ششم میزیسته بنابراین میبینیم که این داستان این جعل احادیث رافزی ها خیلی برمیگرده به قدیم خب قرار است که خلاصه اخبار رو پخش کنند و ما هم می ببینیم چه خبر است در دنیا با درود بر شما وطنان گرامی در اخبار حتما شنیده اید و خونده اید که یک دختری حالا من واقعا پروندر پیش من نیست که من ببینم که این حقایق امور هست بعضی از اینها که بیچاره بوده و دچار روانپریشی بوده و پیش دانویس رفته و بویا نمیدونم دعانویس پولش رو گرفته و کاری انجام نده و اومده کتاب اینو پاره کرد و اینم ایا هن ناس این قرآن رو پاره کرد و عوام و ناست که خداوند عالم رو از شر عوام نجات بدهد که البته تقصیر بیچاره عوام نیست تقصیر دولت هاست که همه بودجه های این مملکت ها رو می و مردم رو بی سواد و آدم بی سواد رو می شود به هر طرف کشید و بعد نقطه روشنی که در همه این جریانات بوده است اون که زنان افغانستان از خود رشادت و خرد نشان دادن و بزرگی و گوی آمدن و تابوت این دختر جوان رو هم کردن و گویا در مسجدی که بوده قرار بوده است نمیدونم مراسم بشه بعد یک مولا هم میخواهست وارد موارد بشه بعد و او رو راه نمیدهن ولی بله. خدمت شما ارز کنم این آقا رو شما میشنسیم آه. آخوند خوب از من اگه بپرسید آخوند خوب وجود نداره آخوند بد داریم و آخوند بدتر شو اصلا بپرس از یه آخوند آقا شغل شما چیه مقصود چیه از این لباس عربی که به تنت کردی و این داستانه چی میخواد جان ملت این کسب و کار بزرگیست دکان دکان باز کرده کاریگری که نمیکنه که این مثلا بهترین آخوند بوده که حالا در واقع مردم به او خوشبین هستن حالا من میگم از خاطرات خودش دروغو هم نبوده ها مطلقا نمیشود به آخوند منتظری دروغو گفت خب یه پسر شرور شریر بگم میگوین داشت این آقا خزائن ایران رو قارت میکرد میبرد نمیدونم میفروخت به معمر قذافی یه بارم در بابش صحبت نکن خب حالا این آخوندی که میگوییم خیلی خوب است و خدا رحمتش کند و چنین و چنان ببینید چی میگوید گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سوال با اینکه موضوع ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسی نبود چگونه و توسط چه کسانی این اصل در قانون اساسی مطرح شد و حضرت عالی اون موقع راجع به اصل ولایت فقیه و چارچوب اجرای اون چه تصویری داشتید این رو مصاحبه کننده میپرسه آقای منتظری اون موقع مسئله ولایت فقیه در جامعه مطرح بود کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی چاپ شده بود و نوعا افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و اجمالا این معنا در ذهن همه بود بله که عالم بر غیر عالم مقدم است عالم به چه دلیل بر غیر عالم مقدم است آقا خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران پیشنویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قوم مطالعه کردم و پیشنویس بله و عنوان و به عنوان مناقشه کتابچه را به عنوان مجموعه دو پیام در تاریخ یک چلو یک و هشت چاپ و منتشر کردم و در آن جزو مسئله ولایت فقی و ادله اون و ضرورت آوردن اون را در قانون اساسی متذکر شدم پس فساد سرچشمه فساد این آقا بوده همین آقا یا یکی از مهمترین سرچشمه های فساد و این وضعیت امروز این آقا بوده متذکر شدم و این امر صد در صد محصول مطالعات و نظر خود من بود منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدند البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی اشراف ولی فقی بر روند قانون ها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تأمین گردد و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه مطلقه را در بازنگری به آن اضافه کرده یادم هست یک روز که میخواستیم برای همین از استدلال کنیم مرحوم آقای طالقانی مخالف بودن طالقانی بین اینا از همه روشنتر بود امروزی تر بود دلیلش هم این بود که اون آخوند سالها در زندان کنار این دست این بچه های چپ و سایر زندانیان جوان چیزها آموخته بود این از که یکم گام فراتر از داستان آخوندی بر میداشت به همین دلیل هم او رو کشتم سر به نیزش کردن میگه مخالف بود طالقانی مرد ملی هم بود در زم و گفتن آقای شریعت مداری هم مخالف است من گفتم آقای شریعت مداری موافق است برای اینکه من خودم یک نوشته از آقای شریعت مداری یک مجله که در قم منتشر میشد گویا مجله الهادی بود دیدم که اونجا آقای شریعت مداری گفته بودن ما دستوراتی در اسلام داریم که خطاب به همه است مثل از سارق و سارقه و قات و عیدی ما ماشالله به دستاویز از سارق و سارقه که معنیش معلوم است یعنی سارق چه مرد باشه چه زن دست دستاش قطع کنید میگوید که این لازم می آید سه تا تازیان زدن و تا دیگر هم آورده که کسی میخواد رهبر مملکت باشه اینا رو بدونه و آواز آخوند باشه حالا موضوع بازرگانی، موضوع توسعه اقتصاد، موضوع پیچیده سیاست در روزگار امروز و پیچیدگی جامعه و عناصر مادر و مدرنیته و اینا همه بریزیم دور فقط برای دست بریدن چون آخون لازم داریم بایسی در واقع اداره کشور رو بریم دست اون آخون خب دیگه هر احمقی میتوانی قرآن رو باز کنه اونجا نوشته خب پس گفت شریعت مداری به استدلال همین که آورده و دو سه تای دیگه راجع به زانی و زانیه بله و چند یکی دو آیه شریفه دیگر که اینجا آورده است بله میگوید این سخن دستورات خطاب به جامعه است و هر یک از افراد که نمی توانند اون را اجرا کنند پس باید یک کسی که در رأس جامعه است آقا اونها را اجرا کند و اون کسی که در رأس جامعه است باید به مسائل اسلام آگاه باشد تا موجی این سخ از دستورات اسلام باشد و اون عبارت است از فقی من این مطلب را از آقای شریعت مداری در اون مجله دیده بودم و لذا همان وقت برای آقای طالقانی استدلال کردم که نظر آقای شریعت مداری به این شکل است و ایشان با این نظریه موافق است و به ایشان گفتم اگر آقای شریعت مداری الان مخالف شده باشد مسئله دیگری است ولی اون نوشته که من از ایشان دیدم ایشان روی این جهت اصرار هم داشته است که کسی که آگاه به دستورات اسلام و منتخب جامعه است باید مجری این احکام باشد این آیات آم, آم استقراقی یعنی فراگیر همه افراد هر فردی به صورت مستقل نیست بلکه خطاب به جامعه یا به تعبیر بهتر خطاب به منتخب یا مدیریت جامعه است که در حقیقت جامعه در او متبلور شده است یعنی جامعه در آخون متبلور شده من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال می کردیم که مثلا در شوروی که می حکومتی را اداره کنند چون میخواهند مرام کمونیستی را پیاده کنند کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب میکنند و در رأس قرار میدن تا او با آگاهی اون را پیاده کند ما در مسائل اسلامی همه همین هم حرف را میزنیم که وی نه تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد بلکه باید در این زمینه عالم از دیگران باشد و آن کس که عالم به مسائل اسلام است در واقع سه وظیفه دارد یکی اداره شؤون مسلمین بر اساس موازین اسلامی یکی هم مرجعیت تقلید و یکی هم ولایت قضا روی این جهت هم باید عالم باشد هم اتقا هم آگاه به مسائل جامعه من و مرحوم آقای بهشتی و آقای ربانی شیرازی و بعضی افراد دیگر از جمله آقای دکتر سید حسن آیت روی این قضیه اصرار داشتیم البته بعضی ها مثل آقای طالقانی آقای بنی به با اون مخالف بودند بعد راجع به مسائل اسلام که صحبت می شود، آقای بنی می گفت من اصلا این مجتهدین را مجتهد نمیدانم. دانم خب راست می گفته بنی من خودم را از همه اعلم میدانم چون اجتهاد 160 علم چون اجتهاد 160 علم لازم دارد که فقها ها فاقل اون هستم و من همه 160 علم را دارا هستم البته من نفهمیدم که اون 160 علم چیست که ایشون داراست و دیگران دارا نیستن باید از خودشان پرسید البته من این نکته را همینجا اضافه کنم که وقتی من یک نسخه از قانون اساسی را پس از پایان یافتن مجلس خبرگان پیش آقای شریعت مداری بردم ایشان راجع به اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه حرفی نداشتند اما از صحبتهایشان چنین استفاده میشد که در چگونگی اجلای آن اشکالهایی دارند در آقای شریعت مداری که بعد ایشون رو هم کردن و از لباس آخوندی به لباس انسانی برش گردوندن که این توهین به همه آدم هاست چون یه آخوندی رو که خل میکنن یعنی ما شما رو از این مقام بزرگ انسانی خکر میفرسیم به قاطی آدم ها. بله این نوشته شخص شخیص آقای آیت الله منتظری است این همه تشنگان قدرت بودند تمعکاران تاریخ مفتخوران، گردن کلفتان و دروغگویان بودند و هستند و تا روزگاری که اینها دستی در کار دارند مملکت ما به جایی نخواهد رسید بنده این رو به روشنی روز میبینم و خدمت شما عرض میکنم نشده است در همه تاریخ حکومت مذهبی به جای برسد جای ایاقان سر قبرستان است و در مسجد دعا خوندن و اجرای سنن مقال معروف وگرنه از این کشور چیزی باقی نخواهد ماند از زمانی که آقایان آمدند لازم نیست من به شما عرض کنم شما بهتر از من میدانید فاجعه پشت فاجعه بوده است و فجایع دیگر در راه هستن خب وقت ما هموطن گرامی در اینجا به پایان رسید از توجه و عنایت شما بسیار سپاس گذارم از سپهر گرامی در اتاق فرمان ممنونم و همه شما بزرگواران که زمان خود را زمان ارزشمند این زمان تنها چیزی است که ما داریم زمان ارزشمند خود رو گذاشتید سرمایه کردید در واقع برای دیدن این برنامه امیدوارم زیان نبرده باشید شما در مقابل زمان بایستی به ما پرداخت بشه زمان رو مفت مجانی ندهیم نشستن و سخنان لاطائل گوش کردن و از میکنم بر مواردی دیگر که میدانید اینها خسران و زیان هست چون تنها دارایی ما و سرمایه ما زمان هست صرف اسقر و اکبر و عباس و اینا نکنید باید تا برنامه دیگر درود بر شما جاوید ایران زمین زنده باد آزاد